خوش اومدی آقا نیما. قربونت برم. من یه چیزی بیارم بخوریم. دستت درد نکنه. میخوام کلی انرژی داشته باشی ها. سروش دهونی تا حدود دو رو فقط تمرین میکنی؟ نه معمولا ما خب تمرینمون صبحه. بعد به خاطر همین یک ساعت بعضی وقتا یک ساعت و ربع یک ساعت و نیم زودتر میریم سر تمرین. چرا؟ به همین خاطر میریم. خب اونجا صبحانه میخوریم، صبحانه کامل داریم اونجا، صبحانه میخوریم و اینکه خودمون رو آماده میکنیم واسه تمرین. یه موقع فیزیوتراپی تیپی کاری داشته باشیم با پزشکامون انجام میدیم، ولی معمولا همیشه مثلا یک ساعت قبل تمرین اونجاییم که وقتی که میریم سر تمرین دیگه آقای برانکو هم همیشه توی برنامه‌هاش یه کار با وزنه هست قبل از تمریناشو، یه مقداری فشار زیاده دیگه. الان کجا تمرین میکنی؟ استادیوم شهید کاظمی داخل اتوبان آزادگان. آها. خب پس از اینجا تو نزدیکی نسبتا. تقریبا آره. من بیشترم دوست داشتم که محل تمرینم نزدیک باشه، اینجا بهتر اینجا بود واسه. سروش واسه همین اینجا خونه گرفتی؟ بیشتر واسه اینکه نزدیک محل تمرین باشم. این از همه چیز واسه مهمتر بود. چای با دارچین؟ فرق می دارچین؟ هر چی که من خودم با دارچین دوست دارم. دم می‌کنی یا عینه که تیرک آره دمی میدازی؟ چای دمی. سروش بعد میری تمرین و میای و آره میام معمولا یه روزای میرم استخ، میرم جیم. اون روزایی که مثلا کارمون سبک‌تر بوده و اکثر مواقع هم که چون کار تمرینمون واقعا کار پرفشار و خوبیه میام خونه. حالا یه مقداری اینجا خودم رول و کش و این چیزایی دارم که حالا اونجا گذاشتم اون گوشه و دستگاه گیم ردیمو که مواقعی معمولا بعد از تمرین هر روز استفاده میکنم. دستگاه چی؟ یه دستگاه به اسم گیم ردی که حالت کمپرس یخ میکنه واسه ریکاوری و حالا یه موقع آسیب دیدگی یا این چیزا استفاده. دستگاه گرونیه اون وقت سروش؟ گرون که بستگی داره دیگه. ببینی مثلا بستگی داره واسه تو یا واسه من؟ بستگی داره. یه چیزی هلوش 34-5 میلیون. بعد میره خونه و حالا یه موقع وزنه و روزای دیگه چی؟ میرم بیرون تایمایی که استراحتم. یه مواقعی میشینم معمولا سریال نگاه میکنم یا پلی استیشن بازی میکنم با دوستان. بیشتر اینجوریه دیگه، ولی سریالو خیلی دوست دارم. چه سریالی؟ این اواخر چیزو نگاه میکردم، بلک لیستو نگاه میکردم، یه سریال تقریبا هیجانی پلیسی اینطوری بود تقریبا. بعد معمولا هم مخصوصا این اواخر من یه دستگاه بین اسپورت دارم که این 16-17 تا شبکه یه بینو میگیره. معمولا دیگه اکثر مواقعی که خونه هستم حالا اگه سریال نبینم دیگه کاملا رو اینه و فوتبالا رو همه جا رو همینجور میبینیم. یعنی بیشتر اهل خونه یا بیرون؟ بیشتر خونه و تنهایی رو دوست دارم، بیرون کم پیش میاد مگه اینکه هم خیلی سرحال باشم، هم تایم تمرینامون خوب باشه، هم یه روزی مثلا تعطیل باشیم. چون شما وقتی میای سر تمرین اینقدر فشاره که سخت پیش میاد که انرژیشو داشته باشی بخوای بیای بیرون و شب برگردی باز بخوابی و چون تو صبح هم از تمرینمون یه ذره بخاطری شب هم که زود میخوابی؟ باید زود بخوابی معمولا، چون که حالا من خودم خیلی تایم خاصی ندارم مثلا میگم حتما باید 10:30-11 مثلا خواب باشم. یه موقع میبینی چون این اواخرم فوتبالای لیگ اروپا بوده و مثلا ال کلاسیکو بوده و این چیزا، نه میشینم فوتبالم میبینم بعد میخوابم. میانگین چه ساعتی میخوابی؟ معمولا قبل از 12 میخوابم معمولا، ولی یه موقعی فوتبال باشه یه موقعی کامل فوتبالو میبینم، یه موقعی نصف فوتبالو میبینم، یه نیمشو میبینم. قبل از 12 میخوابم که دیگه 8:30-9 که بیدار میشم خوابم خوب باشه کامل. الان همسایه ها میدونن تو اینجا میشینی؟ همسایه ها بیشترشون فکر کنم بدونن، چون من وقتی که اومدم اینجا تازه این خونه رو به هر حال داشتن تحویل میدادن، فکر میکنم دومین سومین نفری بودم که اومدم تو خونه. چند وقته یعنی الان سروش؟ الان از همین اول فصل که اومدم، از نیم فصل که اومدم تقریبا از برج 10 دیگه الان 3-4 ماه. بعد اون برخورد اولیه خیلی جالبه نه؟ یهو که مثلا آره دقیقاً. حالا تو لابی اتفاقا
همین چند روز پیش بود. بعد یه بنده خدایی اومد بود، فکر میکنم اومده بود یکی از این دستگاه‌های خونه رو درست کنه و این چیزا. بعد یه دفعه اومد، خیلی هم اتفاقا فوتبالی بود، اومد و یه دفعه منو دید و بعد تعجب کرد. همینجوری دیگه بنده خدا کارشو بکرده بود، چند دقیقه همینجوری وایسادیم با هم صحبت کردیم. وای میسی وقت باهاشون مثلا صحبت کردن. آره. تو فکر کنم الان دیگه کلافه میشی دیگه، نه اینقدر عکس. نه من اتفاقا خیلی اهمیت میدم به این موضوع و اصلا وظیفه خودم میدونم که به هر حال این محبت مردم و این نگاه خوبی که مردم نسبت ما دارن رو باید جواب بدیم. و اصلا خیلی کم پیش میاد که یه موقعی مثلا مردم لطف میکنن میان بخوان عکسی بگیرن یا صحبتی بکنن، خیلی کم پیش میاد که بگم نه نمیتونم. اونم تنها در صورتی که مثلا واقعا وقتش کم باشه، حالا یا دیر کرده باشم واسه تمرین، یا یه موقعی مثلا چه میدونم تو راه فرودگاهی باشی، یه موقع پروازی باشه، یه موقعی واقعا جای مناسبی نباشه، یعنی هیچ دلیل دیگه ای نمیبینم که بخوام مثلا نیستم پیش مردم عکسی بگیرم یا جواب محبتش. دل پیرو ایسه جالب راجع به این زمینه میگفت، شنیده بودی؟ میگفتش که میگفت به مصاحبه میکردم بهش، میگفتش که الکس تو خیلی باید وایسی عکس بگیری کلافه نمیشی. میگفتش که ببین یه موقع شاید حالم خوب نماشه، ولی برای من یه لحظه است، برای اونی که عکس میگیره یه دنیاست. بله واقعا هم همینه. بعضی وقتا میبینم قشنگ گفتم سر میبینم. خیلی قشنگ بود. خیلی قشنگ، ولی تو نگفتی دیگه. نه میگم الکس گفته دیگه. چای کم رنگ پر رنگ؟ کم رنگ لطفا. اولین باری که یکی شناخته تو یادته؟ یا خیلی خوشحال شدی؟ حضور ذهن ندارم، ولی مطمئنم که خیلی حال خوبی بود. چون که همیشه اینو تو ذهنم داشتم که مثلا چه خوبه که آدم مثلا میره توی اجتماعش، میره تو جامعهش، یه دفعه میبیننش، میشناسنش. بعد اینو دوست داشتم همیشه. خیلی ممنون. سروش تو آشپزی اینا خودت میکنی؟ آشپزی نه، معمولا خیلی اهل آشپزی نیستم، ولی یه موقعی که حوصله داشته باشم سالاد خوبی درست میکنم. بلدی یعنی غذا درست کردن و؟ ماکارونی رو مثلا بلدم درست کنم، بعد یکی دو تا خورشت رو بلدم، حالا میتونم مثلا برنج رو درست کنم، ولی خیلی اهل آشپزی نیستم. یعنی کم و بیش یه موقع بخوام دیگه آشپزی کنم باید حتما زنگ بزنم مامانم مثلا سوال. بعد از بیرون غذا میگیری؟ ما چون که صبحونمون که میریم باشگاه میخوریم، بعد از تمرینمون ناهارم هم اونجا میخوریم، یه بعدمون شام میمونه که معمولا اگه بیرون باشم که بیرون شام میخورم، اگه نه که سفارش میدم، یا اینکه مثلا خودم یه چیز سبکی، حالا سالادی باشه، یه که مثلا یه تیکه فیله مرغ چیزی کنارش سرخ میکنم. توی باشگاه غذا مثلا مشخصه که چی هرچی دلتو بخوا میتونیم بخوری؟ دو سه نمونه معمولا در هر روزی دو سه نمونه غذا میارن، هر کدومی که دوست داشته باشیم. بعد همه میخورن دیگه قشنگ؟ آره. یعنی اینجوری که رژیم کسی؟ نه بابا، اینقدر فشار میاری یا اینقدر چیزه که کی همه بیشتر میخوره؟ همه خوش خوراکن، ولی اما علی معمولا خوش اشتهاتر میخوره. علی هم نه، معمولا یه پرسشو میخوره، ولی خیلی خوشگلتر غذا میخوره. ولی همه تقریبا مثلا یه رژیم کوچیکی دارن. آره رژیم من مثلا خودم ندارم راستیتش. یعنی مثلا پیتزا و ساندویچ و نوشابه اینا اونا هم هر از گاهی؟ نه نوشابه خیلی کم پیش میاد که بخورم. کسی اون وقت دعوت هم کردی اینجا از دوستا؟ از دوستام آره، بچه ها اومدن، حسین ماینی اومده، سید جلال اومده، دوستای دیگه ای دارم که حالا فوتبالی هم نیستن، معمولا دوستان میام پیشم. سجاب پی اس فور فکر نمیکنم بلد باشه. بلده سید جلال. یه روز داشتیم اینجا بازی میکردیم، با حسین من داشتم بازی میکردم، سید جلال هم بود. بعد بازی کردیم و اول سید میشینه قشنگ نگاه میکنه تو چه شکلی بازی میکنی، بعد اومد گفت که حسین بایر مونیخ بازی میکرد، گفت حسین همین بایر مونیخ واسه من بیار. آورد گفت که 5 تا دفاع بذار، 5 تا دفاع رو گذاشت، گفت که این 4 تا هافبک دیگه هم بیار، بذار اینا رو همه رو بذار این وسط مسد اینا. خلاصه دفاع رو یه اتوبوسی کرد و یه دونه گذاشت اون جلو، گفت حالا یه شکلی میشه دیگه.
بعد دیگه بازی کردیم آقا ما نیمه اول تموم شد ما گل نزدیم به سید جلال. بلده یعنی یا هم فقط نه بلده ولی بلده آماتور اصلا بلده خیلی حرفه‌ای نه ولی اینقدر دفاع گذاشته بود هیچ جاش نمیشد بری دیگه دیگه سر همین کلی از آخرش هم چند شد؟ آخرم میدونم که با یه حقوق بازی نزش بازی تموم بشه یه چیزی یه تلفنی یه چیزی پیش آور کردم تو خوب بازی میکنی؟ بد نیست بازی بازی میکنی ما؟ بازی میکنی کی خوبه؟ تو پرسپولیس صادق محرمی رو میدونم خوبه خیلی خوبه دو سه بار ازش باختم بعد اکثر بچه ها بازی میکنن سامان نریمان جان، علی بیرانوند علی شاید یکی از خصوصیاتش اینه که خیلی ساده است و این سادگیش کنارش صداقت هم واسهش آورده یعنی اینقدر ساده است که صادق هم هست به خاطر همین خیلی به دل میشینه خیلی شیرینه وقتی صحبت میکنه همه جا خودمونیه همه جا راحت خاکیه ولی یه جای دیگه یه ذره زیاد هم میشه ولی این خودمونی بودن و خاکی بودنش و به هر حال یه لور زبون هم هست مثل ما تو دعوایی هم هستی؟ نه اصلا اصلا چرا قاطی نمی کنی؟ همه رو کلافه کردی؟ من یه چیزی که از حالا اکثر مواقع تو زندگیم همینجوری هم سعی میکنم که خیلی صبور و راحت و آروم باشم بعد وقتی که شما بیای به خودت بقبولونی که آقا کارت فوتباله و تو این فوتبال هم هر اتفاقی ممکنه بیفته و ما خودمون فوتبالیستی میدونیم به حال حتی اتفاق واسه هم افتاده که به عمد مثلا به هم زهر بزدن ولی میدونم که اون حتی به عمده به حال به خاطر اون فشاره به خاطر اون عصبانیته به خاطر اون ضربان بالاشون نمیدونم تجربه کردی یا نه فوتبال حرفه‌ای ولی واقعا سخته و واقعا فشاره خیلی نیاز داری که تو از نظر فکری و جسمی قوی باشی توی شرایط آرمانی باشی که بتونی خودتو کنترل کنی نسبت به مثلا اتفاقاتی که توی بازی میفته هر کم معمولا میتونه خودشو بیشتر کنترل کنه موفق تره دیگه چون اینقدر عصبانی میشی شما اینقدر تحت فشاری که این اتفاق میفته منم چون همیشه از اون بچگی میدیدم فوتبالیستایی که از نظر برخوردی اخلاقی و شخصیتی بهترن مردم بیشتر دوستشون دارن بیشتر به توشون احترام میذارن و خودم الگوی خودم قرار میدم همچین آدمایی رو سعی میکنم که توی یه موقع برخوردی میشه و حال عکس العمل بدی انجام نده کلا چی باعث میشه عصبانی بشی حالا غیر از فوتبال حتی اگه نخوام دروغ بگم خیلی مثلا کم پیش میاد که بخوام عصبانی بشم ولی شاید فقط تنها چیزی که مثلا خیلی بدم بیاد اینه که ببینم یه نفر داره بهم دروغ میگه و مخصوصا این که احساس کنم که داره میدونه که من میفهمم داره دروغ میگه ولی دروغ میگه یا ظاهر سازی میکنه از این خیلی بدم میاد که یه آدمی در برخورد به من خودش نباشه اینو خیلی عصبانی میکنه و معمولا هم میگم یعنی احساس کنم یه نفر یه رفتاری داره نشون میده که میخواد بگه من خیلی خوبم با تو بالفرض مثال ولی میدونم که نیست بعد سریع بهش میگم میگم نه تو این شکلی نیستی همچین آخرین باری که ناراحت شدم واقعا عصبی و ناراحت شدم توی اون برهه‌ای بود که کارت پایان خدمتم باطل شده بود دنبال کارام بودم هر کاری میکردم حرفمو باور نمیکردن هر جایی میرفتم میگفتم بابا به خدا به پیر به پیغمبر من گناهی ندارم مشکلی ندارم میومدن میدیدن بررسی میکردن متوجه میشدن که واقعا مشکلی ندارم ولی کاری واسم نمیکردن اون تایم خیلی ناراحت بودم از این اتفاق و شاید یادم هم نره هیچ وقت درست تو بهترین اخلاقت چیه؟ فکر میکنم یکیش همین صداقت و رک بودنه چون خودش کار سختیه یکی اینکه سعی میکنم نسبت به همه اتفاقات خیلی آروم و صبور و منطقی برخورد کنم یعنی بعضی وقتا واقعا حرص خانواده و دوستامو در میارم مثلا یه
چیزی اتفاق افتاده که حالا همه رو هیجان گرفته، همه ناراحتن، یا حتی یه موقع با آدم بحثش میشه در مورد چیزی، من خیلی آروم و منطقی برخورد میکنم، یه ذره اذیتشون میکنم. بدترین اخلاق این بدترین اخلاق فوتبالیش اینه که پاس نمیداره. فرشاد این حرف رو قبل از این پاسه چیز کرده دیگه، که تو اون بازی پاس رو بهش دادی دیگه، قبل از این پاسه بوده، حالا این بازی پاس تک تک رو بهش دادم زد تو گل. نه مطمئنن بچه هم حالا رو شوخی این حرفا رو زدن. اگه برید آمار مثلا، چون یه چیز جالبی که هست، میگن بزرگترین آدمای دنیا بر اساس آمار صحبت میکنن. یعنی شما وقتی که یه تماشاگر فوتبالی یا یه بازیکن تو زمینی یا مربی هستی، توی اون لحظه متوجه نمیشه که دقیقاً چه اتفاقاتی افتاده. من تمام بازیایی رو که توی لیگ برتر انجام دادم توی هارد دیسکم دارم، تمام بازی ها رو، یعنی سالایی که فولاد بودم، حتی یه بازی لیگ برتر فجر انجام دادم دارمش، فولاد بودم، تراکتور بودم و پرسپولیس که تا الان بوده، تمام بازی رو دارم و معمولا دو بار سه بار میبینمشون. اگرم تایم خوبی داشته باشم مینویسم، یادداشت میکنم وقتی میبینمشون. اکثر بازی ها رو هم آمارم رو میگیرم میبینم. وقتی که آمار رو نگاه میکنی، این حرف شما کذب میشه که من پاس نمیدم، چون معمولا همیشه بین دو تا سه نفر اولی هم که بیشترین لمس توپو داشته و بیشترین پاس رو داده. شاید به خاطر پستم، به خاطر اینکه معمولا خب پشت مهاجم بازی میکنم، معمولا پشتم به دروازه حریفه، همیشه باید حواسم به چهار طرفم باشه، خب این اتفاق میفته که مجبورم بیشتر توپو نگه دارم یا پاس ریسکی بیشتر بدم، توپام بیشتر لو بره. ولی این نیست که اصلا این نیست که نخوام پاس بدم. چیزو نگفتی راستی، و تحقیقات آخر نگفتی، اینو ما گفتیم پاس نداده. باور کن که نمیدونم. حالا یه نفر اینجا هست که میپرسی، من میکنم نزدیک 14-15 ساله که دائما با منه، میتونی بپرسی. باش، ما معرفیش نمی کنیم، سورپرایز باشه. خوبه از فولاد. خب حالا تو مثلا یه خود فولاد هم شناخته شده بودی نسبتا، بعد رفتی تراکتور، حالا داستانه سربازیتون ها، بعد فرق بین فولاد و این پرسپولیس که اومدی، این برخورد مردم اینقدر متفاوت، اینا چیش برات جالب بود؟ اول یه چیز خدمت شما بگم، من تا الان که نیومده بودم پرسپولیس میشنیدم همچین صحبتی، و حالا دوست و رفیقایی که توی پرسپولیس بازی کرده بودن، ولی بام هم بازی بودم بعدش، داشتم همچین دوستایی رو. ولی اینو به دور از تعصب به جرئت میتونم بگم که واقعا پرسپولیس نسبت به این تیمایی که توشون تا الان بازی کردم، و مطمئنا نسبت به همه تیمای لیگ برتر ما، از این بابت جو و شرایط و مردم و نگاه مردم و دوست داشتنشون و تعصبشون واقعا یه سرگردن بالاتره. تو تا حالا جایی رفتی که انتظار داری بشناسن ولی نشناسن؟ واسم پیش اومده که مثلا یه جایی برم شناختنم، ولی دو دل بودن یا شک و تردید داشتن. نه یعنی احساس کردم که مثلا هی یه نیم نگاهی میکنن که خودشه. مثلا چون تازه اومده بودم پرسپولیس، خب کجا اتفاق افتاد؟ اوایل که اومده بودم پرسپولیس، یه 4-5 تا بازی مثلا گذشته بود، هر جا میرفتم هی همش دو دل بودن، خودشه خودش نیست. یه جاهایی نمیگفتن، یه جایی میگفتن فلانی هستی، ما هم میگفتیم بله. ولی یه چیزی بهتون میگم، این خیلی برام اتفاق افتاده که مثلا میام میگن آ تو چقدر شبیه فلانی هستی. این واسم نمیگن خب شما سروش رفیع هستی یا نیستی، میگن آ تو چقدر، چون انتظار ندارن. حالا یه دلیلش هم که بهتون میگم اینه که بهم گفتن وقتی مثلا سوال میکنن آ چقدر شبیه فلانی هستی، میگم آره، میگن اه بابا تو تلویزیون اینقدی مثلا، چجوری الان این کوچولویی، چجوریه؟ بعد تو خانوادت الان کجا زندگی میکنه؟ شیرازه. چند تا بچه این؟ ما سه تاییم، دو تا خواهر دارم، من وسطیم. بعد الان
اونجا. چرا تو اونا نیوردی تهران باید زندگی کنی؟ خب خواهرام هم دانشجو هن، همین که یکی از خواهرام استاد پیانوه و اونجا دانشگاه موسیقی درسشو داره ادامه میده و خب تعداد زیادی شاگرد داره. اون یکی خواهر کوچیکترم هم باز دانشجوه، به خاطر همین یه مقداری سخت بود که کارشون زندگیشون به حال بزنن و بخوام میام، ولی خیلی دوست دارم. اکثرن هم میان، حالا مادرم بیشتر، مادرم پدرم اکثرن میان اینجا. من خیلی مامانیم، خیلی با خواهرام با خانوادم پدرم خیلی عیاقم، خیلی زیادم دلمون واسه هم دیگه تنگ میشه. معمولا اگه من بتونم اولین فرصت میرم، اگه نتونم میانشون. پس بکنم خیلی حس جالبی واسه پدر مادرت که مثلا تو شدی سویش رفتی. آره خب مطمئنم خیلی، حالا نمیتونیم جاشون باشیم که درک کنیم، ولی میدونم که خیلی حس خوبیه، چون از رفتارشون از برخوردشون میبینم که مثلا چقدر ذوق دارن، چقدر شور و هیجان دارن سر این بازی ها، چقدر حرص میخورن. و واقعا فوتبالی هم هستن، خیلی فوتبالی هست. اصلا شاید باورتون نشه آقا نیما، بابام تمام فوتبالایی که از تلویزیون پخش میشه رو میبینه، فرقی نداره لیگ یک باشه، لیگ دو باشه، نمیدونم پرسپولیس باشه، استقلال باشه، هر فوتبالی که پخش بشه اگه اینو پخش کنه بعدش یه شبکه دیگه پخش کنه، باز یه شبکه دیگه فوتبال پخش کنه، همه رو میبینه، همه رو، حتی تا صبح باشه میشینه همه رو میبینه. مادرت و خواهرت هم فوتبالی هستن؟ مادر و خواهرم هم فوتبالی هستن، خیلی هم فوتبالی هم. مامانم هم همینجوره، اکثرا با بابا میشینه بازی ها رو میبینه. حالا خواهرام مخصوصا اون بزرگتره خیلی کم پیش میاد که بازی همونو به خاطر کلاس‌هاش این چیزا کمتر پیش اومده که بتونه همه رو مستقیم ببینه، ولی حتی اگه نبینه اینجوری که خواهر کوچیکه واسهش ضبط میکنه بعد اون میبینه. اینطوری اینم داستان خانواده. داداش یه چیزی میل کن. چش. بذارم واسه من خودم برمی‌دارم. بفرمایید. مرسی. سروش تو درس خون بودی بچه بودی؟ بیشتر فوتبالی شدم تا درسی. خانوادت مشکل نداشتن؟ نه راستیتشون که پدر و مادرم خیلی میدیدن که چقدر مشتاقم و میدیدن که دارم پیشرفت میکنم توی فوتبالم. تو همون سالای دبیرستان بودم که رفتم توی بزرگ سالان فجر رو شروع کردم یه مقداری پول گرفتن و سعی کردم کمک خانوادم کنم اینا. به هر حال شرایط بهتر شد دیگه، کمکم هم کردن. اولین پولی که گرفتی آوردی یاد میاد؟ بعد از اینکه اولین قراردادمو بستم، قراردادمو با تیم فجر بستم تو لیگ برتر، سال اول بنابر این شد که فقط پاداش به من بدن. فکر میکنم یه بازی رو برده بودیم یه چیزی هلوش 400 تومن 350 تومن پاداش گرفته بودم. چه سالی یعنی؟ سال 85 فکر کنم. 400 تومن خوب بود یعنی؟ خوب بود که مثلا در حد یه اجاره خونه بود، یعنی اجاره یک ماه خونه رو شما میتونستی راحت باش بدی توی منطقه نسبتا خوب. معمولا هم پولایی که میگرفتم اون موقع رو میوردم همه رو میدادم مادرم، ولی یه کوچولوشو برمیداشتم خودم واسه رفت و آمدم و اینا، ولی بقیه رو میدادم مادرم واسه خرج خودم. حس خوبیه نه؟ خیلی خوبه. بعد وضع مالیتون خوب بود بچه بودین؟ راستش نه، وضع مالیمون خیلی معمولی بود. تا 10-12 سالگی پدرم برقکار و کارای ساختمونی میکرد، برقکار مثلا حالا لوله کشی برقکاری. بعد تا 10-12 سالگی بیشتر فعال بود، بیشتر کار میکرد. متاسفانه یه تصادفی کرد با موتورو، بعد از اون دیگه یه مقدار کمرش آسیب دیدی که سر همونم من معافیمو گرفتم دیگه، خیلی نتونست کار کنه. بیشتره خرج خانواده افتاد به دوش مادر. مادرم هم کار میکرد تا دقیقا همون سالایی که دیگه من اومده بودم یواش یواش فوتبالیست بشم و بزرگ سالان. شرایط خوبی نداشتیم واقعا، یعنی نمیتونم من بگم بد نبود، چون واقعا بعضی وقتاش خیلی سخت بود، خیلی سخت میگذشت. فقط به هر حال حقوقی بود که مادرم میگرفت، یه حقوق کارمندی طوریه حالا خیلی کم. خب منم
دوتا خواهر دیگه داشتم که جفتشون درس میخوندن، خودم درس میخوندم، رفت و آمد داشتیم واسه کارم و میرفتم و میومدم و منهای اون پاداش ها اون چیزهایی که تو بچگیم میگرفتم خیلی درآمد خاصی نداشتم. یه شرایطی بود که خب ما دائما اجاره نشین بودیم، دائما باید جا به جا میشدیم. شاید بهتون بگم یه چیزی هلوش 10-12 بار جا به جا شدیم. بعضی وقتا یه دفعه در سال 2 بار، بعضی وقتا مثلا 2 سالی 1 بار، سالی 1 بار، ولی تا اونجایی یاد دارم 10-12 بار جا به جا شدیم. حتی توی یه برهه‌ای از زمان یه جایی زندگی کردیم که مثلا نه آب داشت، نه برق داشت، نه گاز داشت، هیچ امکانات خاصی نداشت. خودمون مثلا بابا همه چی رو سرهم کرده بود و منبع آب و موتور برق و یه همچین شکلایی، ولی حال خیلی خوبی داشتیم. همون موقع هم خدا رو شکر شرایط خانوادگیمون، اون کانون خانوادگیمون یه جوری بود که خیلی حس خوبی داشتیم، خیلی با هم رفیق بودیم، فضای خوبی بود. و شاید اصلا اون دوره و اون مقطع و اون فشار و سختی ها باعث شد که هم من هم خواهرام هم به حال خود پدر مادرم یه جورایی الان واسمون خیلی شیرین و خوب و لذت بخش باشه، خیلی بیشتر تلاش کنیم، خیلی بیشتر و کارمون به حال به موقعیت و به حال شرایطی که خدا واسمون فراهم کرده اهمیت بدیم، به وقتی که الان اومدیم تو این شرایط بتونیم اینو خوب حفظش کنیم. بعضی روزاش خیلی سخت بود، مثلا تو تابستونش خب ما یه موتور برق کوچیک داشتیم، نمیتونستیم از کولر استفاده کنیم. یا تو زمستونشون تو یه جایی تقریبا توی ارتفاع یه جاهایی تایمایی توی مثلا زمستون توی مثلا 2 کیلومتر پایین‌تر خیلی معمولی بارون میومد، اونجا اینقدر برف زده بود که مثلا در رو شما نمیتونستی باز کنی. به خاطر همین اینا همیشه تو ذهنم مونده و یادم هم میمونه و خیلی وقتا اصلا وقتی تو اون من میرم شیراز تو اون منطقه رد میشم باعث میشه که بیشتر خدا رو شکر کنم، باعث میشه که بیشتر به یاد خدا باشم، بدونم که به هر حال هر سختی پشتش یه آسونی هست، هر به هر حال سربالایی پشتش یه سرشیبیه که این خیلی میتونه به صبور بودن کمک کنه. فکر کنم حس خیلی خوبیه که حالا الان به جایی رسیدی که تو میتونی مثلا کمک خانواده‌ات کنی، دیگه نگرانی نداری. فکر کنم اینا خیلی جالبه. نه خیلی خوبه، میگم که واسه خود من به شخصه که هیچ چیزی بالاتر و بهتر از این نیست. یعنی من وقتی خیلی میخوام کیف کنم سعی میکنم یه کاری واسه مادرم، پدرم یا خواهرام انجام بدم که اونا خوشحال بشن، یه کار نو جدیدی رو. چی کار مثلا کردی این آخری ها؟ مثلا آخرین حرکت این بوده که مثلا واسه روز مادر یه گردنبند طلا واسش گرفتم که چیز بود و این یکاد بود که واسه خواهرم بزرگم یه دونه ماشین گرفتم که میره راحت تر باش سر کار و میاد و دانشگاه و اینا. برای خواهر کوچیکت چی کار کردی؟ خواهر کوچیکه ماشین بابا رو نمیتره میره خواهر کوچیکه خیلی خوبه، یعنی از همه سازگارتره، پول باشه نباشه، ماشین باشه نباشه، هر چیزی که باشه با همه سری خودشو آپدیت میکنه. ماشین خودم مزدا نیوه، یه مزدا نیوه که 4-5 سال هم دارمش. واقعا تو این دو سال و نیم اخیر خب شرایط مالی مثلا خوب نبود، بعدم کفایت کارم میکنه، یعنی در حدی که بخوام، چون به قول معروف فیس رو خرج میکنم. ولی شاید فصل بعد ماشینم عوض کنم. چون چی دوست داری؟ دیگه میخوام بدمش بابا. اینو ماشین فکر میکنم که اگه بخوام بگیرم بی ام و بگیرم، یه بی ام دبل مثلا، نه خیلی حالا گرون ولی یه چیزی که بعد. کلن چی خودت خیلی دوست داری؟ یعنی مثلا خودت بخوای لباس دوست داری؟ لباس دوست داری؟ خرید کلن خیلی دوست دارم، یعنی چیز جدید و خیلی کلن دوست دارم، حالا هم لباس هم کفش، مخصوصاً خیلی کفش زیاد میگیرم. حالا سروش بریم سر بحث اصلی زندگی تو، بحثی که به قول خودت حالا زندگی تو جا به جا کرد. 2 سال پیش قبل جام ملت‌ها یادم بهت گفتن که کارت جعلیه،
یعنی نمیدونم، گفتن که معافی چش داشتی یه همچین چیزایی، حالا خود یه خود بیشتر توضیح میدی؟ دقیقا همینجوری فکر میکنم دو سال و نیم پیش بود ما با تیم فولاد قهرمان شدیم. بعد از اینکه قهرمان شدیم سال بعدش تو ابتدای فصل این داستان پیش اومد. یه دوستی این بحث رو باز کرده بوده حالا توی مجلس یا نمیدونم هر جایی، و بیشتر بنا سر این بوده که چون اکثریت بازیکنای فولاد این مشکل رو دارن، حالا ما بزنیم به یه جایی برسیم که اینو ثابت کنیم و اون قهرمانی رو بگیریم از تیم فولاد. در صورت اگه حتی همه بازیکنای فولاد هم مشکل داشتن، باز قهرمانی مال باشگاه فولاد بود، چون که به حال فدراسیون کارت صادر کرده بود و همچی اتفاق نمی افتاد. توی این بین واقعا یه سری از بچه های مشکل داشتن، چون اون کسی که این کارت ها رو درست کرده بوده، اون اومده بود بله من مثلا فلانی 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 درست کردم کارتشون رو. خب این وسط منم توی فولاد بودم، منم قاطی اینا، گفتن خب بیایم چیکار کنیم، همه اونایی که اصلا کارت معافیت دارن رو برداریم بیاریم ببینیم داستان چیه. فکر میکنم یه چیزی رو شد 200 نفر رو توی لیگ برتر و لیگ یک و اینا آوردن و آره فکر کنم 40-50 نفر رو باطل کردن. اوایل که شروع شد این بس، یه روز گفتن که آقا تو چیز گرفتی، نابینایی گرفتی. آره. بعدم نوشته توی کارتم دیگه، مشخصه تو کارتم اگه نابینایی باشه نوشته معلومه. گذشت، ما رفتیم دو سه تا بازی هم کردیم، برگشتیم، باز یه حال مورد دیگر آوردن که آره تو این مشکل از یه طریق دیگه داری و کارتت اینا، باز اونم حل شد و رفتیم تا نیم فصل. همون ابتدای فصل هم باز یه چند تا بچه ها رو حال باطل کردن کارتاشون، ولی ما دیگه دیدن نه مشکل چیزی نداریم، چون من کارت و معافیت هم از طریق کفالت گرفته بودم سال 89 فکر کنم، یا 88 یا 89 گرفته بودم، و توی اون تایمی که من کارتمو گرفتم دو سه سال قبل اجتماعی پایه فکس پاسی بودم. حتی کارتمو که گرفتم یک فصل و نیم بعدش هم باز تو فکس پاسی بودم، یعنی یه نیم فصل کارتمو داشتم، تیم افتاد لیگ یک، یه فصل کامل هم لیگ یک بازی کردیم، اومدیم لیگ یک هم زودتر از لیگ برتر تموم شد، 4-5 ماه هم از اون تایم گذشت تا من رفتم فولاد سال 90، و شاید بیشتر از حتی 24 ماه من کارتم رو داشتم و هنوز توی فج بودم. خیلی راحت میتونستم خدمتم رو بگذرونم بدون دردسر، بدون مشکل، تو شهر خودم کنار خانوادم. پولی هم نمیگرفتم. من سال آخری که فج بودم قراردادم 10 تومن بود که 10 تومنم 7 تومنشو فکر کنم بهم دادن. به خاطر همین هیچ دلیلی نبود که من بخوام کارت جعلی بگیرم. چون شما یه موقع میاد مثلا حالا چی بگم، یکی گولت میزنه، یکی نمیدونم کلا سرت میذاره، این کارو انجام میدی، بعد میری مثلا 2 تا 500 میلیون پول از اون دو سال میگیری، میگه خب رفتم این کارو کردم، رفتم پولارم گرفتم، ولی من کارتمو گرفته بودم یه فصل اونجا بودم، پول خاصی هم نگرفته بودم، 7 میلیون گرفته بودم، در صورتی که اگه رفته بودم بیرون شاید خیلی پول بیشتری میگرفتم. پس دلیلی واسه این که بخوام کارت جعلی بگیرم نداشتم. پدرم هم سر همون تصادفی که خدمتتون گفتم 10-12 سال از کار افتاده بود، الحمدلله سالمه. این نیست که مثلا بگم خدا نکره با ویلچر جابجا میشه، ولی از کار افتاده است، یعنی توانایی کار کردن رو نداره به خاطر وضعیت کمرش و دیسک کمر شدیدش و اینا. توی اون تایم ما رفتیم خیلی معمولی و عادی کمیسیون پزشکی، و بعد از 2 ماه هم کارت من اومد، 5 سالم باش بازی کردم، این اتفاق افتاد. این اتفاقم که افتاد دقیقاً یک ماه و نیم قبل از جام ملت‌ها بود. من تازه تیم ملی دعوت شده بودم، رفتم با تیم ملی پرتغال، خیلی نظر مثبتی رو آقای کیروش به من داشتن. برگشتیم اومدیم ایران، یه بازی دوستانه داشتیم با کره جنوبی، هلوش 25 دقیقه 30 دقیقه هم تو اون بازی دوستانه بازی کردم. بعد از بازی فرداش یه دفعه یه لیست جدید دادن که این تعداد نفراتم کارتشون باطل شده، منم جزش بودم، دیگه از اون بعد نذاشتن بازی کنم، که دیگه سر تمرین تیم ملی هم اذیتم میکردن، نمیذاشتن برم، اصلا گفتن حق تیم ملی هم حق نداری بری، چون بیشترم سر بحث مرداد پولادی و من تیم ملی بود و آقای کیروش هم خیلی حمایت میکرد که ما بیایم تیم ملی.
هر باری اسم مهرداد میومد که مهرداد بر نگشته، اسم منم میومد، هی این قضیه بیشتر کش پیدا میکرد. خیلی راه ها رو رفتم، خیلی جا رفتم، شاید هر ارگان دولتی شما بگید من رفتم که بگم آقا من مشکلی نداره کارم. خلاصه واسه تو میگم خیلی داستان داره، ولی خلاصه شو بخوام به تو میگم در این حدی شد که دو سه بار گفتن ما میدونیم کارتو درسته، مشکلی نداره. حتی من رفتم اهواز سر تمرینام، باز گفتن نه ایراد داره، باز برگشتم. از چند طریق هی من رفتم کارامو پیگیر کردم و در نهایت به جایی رسیدیم که حتی از من عذرخواهی کردن و منو فرستادن خدمت. یعنی گفتن که ببخشید ولی ما میدونیم کارتو مشکلی نداره، ولی به هر حال شرایط الان به خاطر حالا جو و وضعیت و رسانه‌ای شدن و این داستانا یه جوریه که بهتری بری خدمت، و بری خدمت حداقل تیم ملی درست میشه. که متاسفانه رفتم خدمت و تیم ملیم هم نشد، باز یک سال و نیم تیم ملی رو از دست دادم. و زمانی که دیگه این اتفاقا افتاد و گفتم باید برید تراکتور سازی بازی کنین، چون تعداد نفراتمون زیاد بود که کارتشون باطل شده، بعدم نزدیک 7-8 ماه فوتبال بازی نکرده بودیم، نزدیک 10 ماه رفتیم اونجا و فقط دنبال این بودیم بریم یه جا بازی کنیم دیگه. رفتیم و زورشون هم همه جوری به ما میرسید چون تعدادمون زیاد بود، که آقا بله گفتن که هیچ پولی هم نباید، در صورتی که قبلش قرارداد 300 میلیونی 400 میلیونی هم با سربازا میبستن. و دیگه رفتیم و مجبور شدیم که مجانی بازی کنیم و هر از گاهی فقط به قولن یه پاداش و یه سکه و یه همچین چیزی که سرجم فکر کنم 60-70 تومن کلن. این خود از حال و هوای اون تایم بگو، وقتی گفتن اینجوریه و هیچ پولی در نمی آوردی و... خب خیلی سخت بود. من دقیقا تا سالی که این اتفاق افتاد مثلا 150 تومن 180 تومن از فولاد می گرفتم، خب خرج خانوادم رو میدادم، بدهیامون رو داده بودم، تازه میخواستم برسم به یه جایی که اون پولی که میگیرم و حالا یا یه کاری را بندازم یا خونه ای بگیرم. یه مقدار قرار دادم خوب شد با فولاد، تا اومد خوب بشه این اتفاق افتاد. هر چیزی هم که از قبل از فولاد داشتم خب مجبور شدم تو این دو سال خورده ای استفادهش کنم، تا این تایم که دیگه رسید و نیم فصل آزاد شدم اومدم پرسپولیس. پول معمولی گرفتم، در حد نیم فصل هم پول معمولی گرفتم 500 تومن. نه من یه قرونم دیگه نگرفتم جز اون. تو اون تایمی که من اومدم پرسپولیس هم آقای هدایتی نبودنش. دقیقا قبل از این که یه بار من آقای هدایتی رو دیدم، اونم از طریق یکی از دوستام که حالا دوستم نداشتم کسی بفهمه، ولی متاسفانه یه مقداری بی‌معرفتی شد و یه عکس گرفتن و گذاشتن اینا. بعد از اون که دیدمشون ما رفتیم یه هفته اردو با تیم ملی توی دبی، و بعد از این که برگشتیم قرار داد و بستم که دیگه اون موقع آقای هدایتی نبودنشون. خدا شاهده من یه تک ریالی هم غیر از به حال این چیزی که با باشگاه داشتم نه از کسی گرفتم نه چیزی به من دادن. و اینکه عرض کنم خدمتتون که آقای هدایتی هم احترام خاصی هم براشون قائلم، ولی تنها چیزی که صحبتی هم که تو اون تایم با من کردن این بود که به هر حال شماها رو ما دوست داریم، تحت حمایتمون هم هستید، ولی خب هیچ حمایت مالی نشد ازمون. یعنی نیازی هم نبود، من شاید حالا یه فرصتی برای شما پیش بیاد با ایشون هم صحبت کنید. به خدا عینی حرفو بهشون زدم که من روزی ما از خدا میگیرم، خیلی هم ممنون به خاطر دوستم که اصرار کرد و به حال دوست داشتم اصلا بیام خدمت شما اومدم، ولی پولی از ایشون نگرفتم و همه یه بحث مالی فقط با باشگاه بوده. بعد تو سروش از بعد تراکتور هم از خود تراکتور پیش داشت، هم بکنم همه یه تیمای دیگه برتر میخواستن دیگه بلا استثنا. من توی اون تایم از تراکتور که پیشنهاد داشتم از اول فصل هی صحبت میکردم که بیا الان تمدید کن، بیا تمدید کن. پرسپولیس جز گزینه‌ها بود، استقلال بود، سپاهان بود و ذوب‌آهن، اینا جدی تریناش بودن، کسی که میتونستن پول تو رو بدن دیگه، میتونستن بدن. و یه نکته ای هم که من باید اینجا بگم اینه که حالا یه عده ای از مثلا مردم ما دوستان که به حال البته
من خیلی احترام واسه شون قائلم، واسه همه مردممون، ولی خب واقعا نمیشه بعضی وقتا شما به همه این حرفا اهمیت بدی. ولی اینو میگم به خاطر اینکه نه که بگم مثلا حالا ذهن منو درگیر کرده، واسه اینکه واسه خودشون به قول شما یه حرفایی رو بزنم که روشن بشه. اکثریت مثلا هواداره استقلال که من خیلی هم احترام واسه شون قائلم، میان میگن مثلا تو یه استقلالی بودی به خاطر پول رفتی مثلا پرسپولیس و این حرفا. جهت اطلاعشون باید بگم که اولا که یه دوستایی من دارم توی مثلا استقلال، اون تایم بختیارم بودش، مثل مهدی رحمتی، مثل مثلا خسرو ایدری یا کاوه رضایی، مخصوصا خود سید مهدی که خیلی رابطش با من نزدیکه. یکی دو بار که با من صحبت کرد متوجه شد که من پرسپولیسیم، حتی شرایط خیلی بهتر از پرسپولیس از نظر مالی برای من فراهم بود. آقای دکتر توفیقی که مدیر نقل و انتقالات فکر میکنم باشگاه استقلال، اتفاقا لورا هم هست، همزبون ما هم هست، میتونید شما مستقیما از ایشون سوال کنید که پیشنهاد مالی بهتری هم به من میدادن، حتی فرمودن که هر جوری که بخوای مثلا شرایط واسط فراهم میکنی. ولی خب مستقیما بهشون گفتم، به خود آقای توفیقی که مستقیما تلفنی گفتم که راستیتش، هنوزم قرارداد نبسته بودم، گفتم که راستیتش من هدف اولم اینه که برم از ایران، ولی اگه بمونم هم بین به حال تیم ایرانی انتخابم پرسپولیسه، چون واقعا پرسپولیسیم. و همینطور باشگاه تراکتور اون تایم فکر میکنم یه چیز اولوشه 450 میلیون 500 میلیون بیشتر از پرسپولیس به من میداد. آقای آجرلو تشریف دارن، آقای و حال قلعه‌نویی هستنشون، از نظر مالی من کمترین پولی که گرفتم و تو پرسپولیس گرفتم نسبت به اون پیشنهادام، ولی واقعا دوست داشتم پرسپولیس بیام، پرسپولیسی هم بودم، چون اعتقادم برای اینه که تو این دوتا تیم شما اگه میخوای بازی کنی باید یه جایی باشی که واقعا با دلت دوست داشته باشی بازی کنی. خب آقا صرف دیگه خیلی بحثمون جدی شد، بریم یه دست PS4 بزنیم، میخوام اذیتت کنم. بریم، ما که اذیت نمیشیم که، اینجا هر کی میاد اذیت میشه. حالا بریم ببینیم چه جوری میشه. بریم، هستم در خدمت. یلا منم دستا رو بردارم به تکونم این میما رو. لای با امید تو بسم الله بگید. دو شب نیست بردیمتون، دو شب برعکس فوتبالش داره تون تون پاس میده. خاطره اینه که همه رو میبرم غیر من. آه غیر تو. سیامک که اصلا کلن همیشه میباز از من. الان بهت نشون میدم. ببین 100% بازنده ای تو این خونه. حالا بریزشون به هم. حالا بده این استا. یا خدا بود. همیشه خدا رو اول شکر کن، بعدم دستو بزن رو سینه دیگه کنم. خوبم برمیدارم. ببین کیو این یکیو الکی رفتی خدای. چند چندی؟ یکی یکی از اینو بکنم تو کن. آقا بفرم سال قهرمانیمون. الان این چه گلیه آخه خدایی. هشتا دوربین گذاشتن اینجا. سال قهرمانیمون همینجوری. واقعا اون سال خب چیز نمی کردیم دیگه، چون سال قبلش اومده بودیم سهمیه گرفته بودیم. آقا نمیشم دیگه، من تک بودیم. سخت داره معلومه این میگه سال چیز. آقا این بازی پلی‌استیشن یه بازی واقعا تمرکزیه، شما توقع دارید من هم تمرکز کنم هم خاطره بگم. حالا سوال بپرسی آدم یه چیزی میگه. بده مسی بچرخ 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 بزن سه دفعه.
صابون علی علی پور. وای چه گلی زد، باورت میشه از اونجا گل خوردی؟ چی شد؟ اصلا ارور داد، این معلومه که نگاه کن یه اروری داد. باورت میشه از اونجا گل خوردی؟ بدن میذاره، عالی رد میشه نیمار، میتونه پاس بده، ولی چرا جون نداره نیمار؟ ببین چه جور چه خوب بدن میذارم. آره دستت خوندم خوب، دست منو خوندی؟ آقا سوالی نداری بپرس؟ ما معمولا بچه ها پلیستیشن میارن تو اردو، بعد اول این گلو وای مگه داریم، مگه میشه این توپ نکنه دیگه، بعد این صادق محرمی میاد چهار تا فوروارد میذاره اون جلو و همه رو میبره الکی الکی، خیلی کسی فازی میکنه ببین این تایم هایی که خیلی داغونه این پپه. چرا نزد؟ رفت این پنالتی؟ نه بلدی پنالتی؟ به درد نمیخوره. چرا نگیره؟ چون نتونست. مهدی به خدا من این برای نزدم. یس گرت بیل. اوه به این میگن پنالتی ها اوگایی. سروش ببین باید بزنی اونا که توری توری خیلی خطرناکه. ببین اونا که میبینی اینجوری که اونا آدم ها. شروع شد. این هم کمکت کرد بابا زدم اون با خوب دست تو رو باختم بازی ها بچه ها. همیشه امید داشته کلا نگاه کن نفر یه فلاتی کنی شد گشنه اتوش از بالای دست کجاست اینجا از بکیارم دیافراگمش رفت تو گل. اخ 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 راموس وای دیر رفتم. چقدر حساس شده ضربات پنالتی ماسکرانو سر یه آیفونه اگه من بگیرم بله اینجوری میزنن این بابا تلس میشه بعد اینکه صابخونه خراب کنه عالی میزنه. میگیرم این توپو سر آیفون بود؟ میگیرم این توپو میگیرم این توپو از دیروزش رفته بود اونجا بایستاده بود باز من زدم هم اونجا دیدی؟ بگی آقا بابا تو بارسا همیشه برنده است. دیدی دست منو؟ سوش دیدی دست منو؟ به هر حال من نمیتونم همه حرفا رو بزنم. خب سروش اسم اینجا چیه؟ اینجا رستوران روزیتو ریزوتو ریزوتو؟ بی سروش اینجا چیه؟ از من خودم جلو خندم بگیره الان یه ساعت داشتیم دامونه همین حرف میزنیم دیگه. خب سروش اسم اینجا چیه؟ اینجا آنیمال رستوران ریزوتوه خب آقا سروش اینجا کجا؟ آقا نیما اینجا رستوران ریزوتو که من اکثر مواقع وقتی مثلا میخوام شام بخورم میام اینجا. تو تا حالا خودت که الان یه سلبریتی هستی الان در حال حاضر دوست داری یکی رو ببینی باش عکس بگیری؟ اگه توی دنیا بخوام عکس بگیرم دوست دارم با اینیستا عکس بگیرم. اینیستا رو خیلی دوست دارم واقعا.
دوست دارم باش عکس بگیرم. تو ایران چی؟ تو ایرانم الان خیلی دوست دارم با آقای علی پهلوی عکس بگیرم. واقعا تو این مدتی هم که اومدم پرسپولیس خیلی سعی کردم یه تایمی بشه که برم خدمتشون، متاسفانه فرصتش نشد. ان شاءالله اولین فرصت میرم این کارو میکنم. قبل از اینکه قراردادم یعنی قراردادم که بستم، وقتی که توی باشگاه میخواستم به حال گفتن چه شماره ای رو میخوای، همونجا از آقای طاهری خواستم که باهاشون تماس گرفتم، خودم صحبت کردم، اجازه گرفتم. خیلی هم همون لحظه شاید انتظارش هم نداشتم، ولی اینقدر خوب و خوش برخورد با من صحبت کردن و اینقدر انرژی مثبت به من دادن که اصلا یه انگیزه مضاعف شد واسه من. راست میگفتن با محسن سر هفته خود کل کل کردین نه؟ نه اصلا هم چیز نبود. اصلا در مورد بحث شماره که اصلا با هیچ کس صحبتی من نکردم توی بچه‌ها. فقط از روزی که اومدم همه خوش آمد گفتن و خیلی خوش برخورد و همه چی هم عالی بود. از خواننده‌های اینوری کیو دوست داری؟ اینوری یعنی داخلی دیگه. محسن یگانه رو خیلی دوست دارم، خیلی صداشو دوست دارم و معمولا وابستگیشو وای از این وابستگی اینو میخونه، اونو خیلی دوست دارم. توی نه خیلی خیلی چیزه. اونم تو رو میشناسه؟ آره آقا محسن هم خیلی من دوست داره. معمولا وقتی کنسرت داشته باشه، یه بار شیراز کنسرتش رفتم یا اینجا کنسرت باشه دعوتم میکنه. آره میرم. پرسپولیسی هم خیلی جدی؟ خیلی خیلی. خودت چی گوش میکنی بخوای گوش کنی؟ من معمولا شاد گوش میکنم، یعنی کم پیش میاد که آهنگ خیلی آروم یا غمگین گوش کنم. محسن یه معمولا همش باید آهنگام یه ریتم اینجوری اینجوری مثلا خوبی داشته باشه. سیامک میگه خیلی قشنگ میرخصه اتفاقا سروش. گوی اینو پشت صحنه بهش بگی. نه خیلی هم نه، ولی رقصم دوست دارم. بلدی خوب؟ نه خوبه، مثلا خوشگل نه، ولی میرخصم. سیامک بلده؟ سیامک هم. تو دوست داری اگه برای یه تیم اروپایی بازی کنی بارسلون باشه قطعا دیگه؟ نه آره بارسلون واقعا قلبا دوست دارم، یه رویا خیلی بزرگه. هنوز فکر میکنی بهش ممکنه برسی؟ شاید اگه این داستان سرباز این پیش نمی اومد میگفتم آره ممکنه، امکان داره بیفته همچه اتفاقی، چون همون سال داشتم میرفتم اسپانیا، یکی دوتا تیم خیلی خوب تو 23 سالگی بودم، شرایط خیلی بهتر بود واسم. اینکه شاید اگه اون تایم بود میشد بگی مثلا بارسا، ولی الان هم میگم هر چیزی تو این دنیا ممکنه که خدا واسد بخواد اتفاق بیفته. اینو قبول دارم. بهترین فوتبالیست ایران الان دیگه یا حالا کلیشو بگو الانش هم بگو. کلی که من فکر میکنم علی کریمی یکی از کامل ترین فوتبالیستای ما بوده و الان که مثلا من بازی میکنم توی یه تیمی مثل پرسپولیس میفهمم که چقدر علی کریمی قوی بوده. در حال حاضر آقا ممنونم از شما. دارم در حال حاضرم فوتبالیست الان خوب زیاد داریم، ولی نمیتونم بگم یه نفره که مثلا. تو فوتبال کیو خیلی دوست داری اینطوری بگیم بهتر؟ نه محسن رو دوست دارم، محسن مسلمان رو. یه مقدار اگه مثلا یه مقدار چیزش توپگیریش مثلا قوی تر بود شاید اینش خیلی کامل تر میشد، ولی محسن یه فوتبالیستیه که مثلا توی بازی سازی توی پاس دادن اینا واقعا من لذت میبرم کنارش بازی میکنم. محسن که ادای وحید هم در آورد دیگه. سروش چرا اون داستان شد؟ داستانه؟ همین محسن و ادای سه جلال رو در آوردن، حسین ماینی. چرا اینجوری شد؟ یعنی همه فکر کردن الان میخوان، بعد خیلی داستان دار شد. خب میدونید بچه‌ها بیشتر فکر میکنم که توی بود شوخی و خندش بودن و شاید اگه هر کسی هم تو اون جمع بود فقط به همین دید نگاه میکرد. حالا مثلا حاسه یه مقدار ناراحت شد، مثلا شاید بعضیا ناراحت شدن سر اینکه یه مقداری میشد حد این شوخی ها رو کمتر کرد، فقط در همین حد بود ناراحتی، وگرنه چیز مثلا ناراحتی خاصی قهر کردن و اینا. من اگه شاید بودم اونقدر مثلا خیلی راحت شوخی نمیکرد. بعد یه داستان رامین هم پیش اومد این وسط، آنفالو کردن بچه‌ها توسط رامین و بالعکس. این داستانش چی بود اصلا؟ یعنی سروش نمیدونم، ولی همون جوش تو خونه هم بهت گفتم من کلن آدم روکیم، یعنی سعی میکنم که نوع رفتاری که با میشه
خودم یه جوری رفتار کنم که کسی ازم ناراحت نشه، ولی اگه کسی رفتاری کرد که من ناراحت شدم یا از دست کسی در مورد چیزی ناراحت بودم خیلی رک بگم. 3-4 روز پیش دیدمش تو آکادمی داشت تمرین می‌کرد، سلام علیک، همه چی اوکی بود. یه نفر اومد بهم گفت رامین آنفالوت کرده، منم رامین آنفالو کردم. اصلا شروعش از کجا؟ رامین بچه‌ها رو آنفالو کرد یا بچه‌ها رامین آنفالو کرد؟ منو که رامین آنفالو کرد. آخه یعنی سر همون شوخی فرشاد؟ نه. قبل از اون آره. جدی؟ تا دقیقاً فکر کنم یه چند روز بعد از این که دیگه نیومد سر تمرینا، منم نمی‌دونستم. ولی الان هم ببینمش خیلی اوکی هم باشه، ولی تو اینستاگرام دیگه ندارمش. یعنی مثلا رو حالت لج و لج بازی بوده یا مثلا نمیدونم ناراحت شده؟ چرا دلیلشون اتفاقی نیفتاده؟ یعنی بچه‌ها چیزی با من که نه، یعنی با شخص من نه، چون من اتفاقا تو اردوی آخری که توی دبی بود با اون داستان اتفاق افتاد که دیگه بعدش نمید باش هم اتاق بودم، خیلی رابطه هم باش اوکی بود، حتی بعد از اون چندین بار باش تماس گرفتم، پیام واسش فرستادم که نگران نباش همه چی درست میشه، حالشو پرسیدم و با من همه چی اوکی بود. اخلاقش چطوریه کلا؟ درو خاصه رامین، یه اخلاق خاصی داره، یعنی خاصی که من نمیپسندمش راستیتش، یعنی پسر خیلی خوبیه، خیلی دلش پاکه، خیلی صاف و صادقه، ولی یه مقداری مثلا اخلاقش یه جوریه که چه جوری براتون بگم، ذره قده اینجوری، بعد همین سر همین قد بودنش هم یه مقداری بچه ها خیلی نمیپسند. وگرنه فنی که خدایی عالیه، مثلا همه چیزش خوبه رامین، هم پسر خوبیه هم فوتبالیست خوبیه. شما نمیشه فنی ضعیف باشی بعد بیاید تو پرسپولیس بازی کنی، تیم ملی بازی کنی. آقا ممنونه. خیلی این همون که میگفتی ببخش. این نون سیرمونه. جیگره اینم با... سالاد سزارمونه. آها جیگره با چیز دیگه. جیگرمون هم الان جیگرشون هم الان میاره. جیگر شما گینه. اینم جیگره تو. سس تندو یه مقداری باش. ورز میدی. بله. بعد مقداریو میزنی. البته نترس این زیاد نیست. خب بعد یه مقدار از این نونسی رو جدا میکنیم، میخوام یعنی یه چیز دلی واسه درست کنم. تو کشف کردی که اینا با هم خوب میشه؟ من اینا رو تک تک خوردم، ولی با هم من خودم هم تک تک خوردم. اون جیگری که داخل جیگرکی خوردی با نون و پیاز و سبزی زدی دهنم اون گفتم، ولی اینو نه، اینو من اینجوری دوست دارم. نه اینجا اینجوری سرو میکنی یا تو اینو خواهد در بردی؟ اینجا من خودم اینجوری دوست دارم، حالا نمیدونم اینجا نظرشون چیه. خب آها تو با یاسم یه رفاقتی داری؟ آره آقا یاسر بله، هم فوق‌العاده صداش و موزیکاش رو دوست دارم. چجوری آشنا شد این سروش؟ آقا یاسر رو یه شبی ما بازی تیم ملی بود تو همین مقدماتی جام جهانی با کره تو آزادی که یکیچ بردیم بازیو، بعد از بازی با اشکان دژاگه و علی حقیقی یه برنامه گذاشتیم، رفتیم کافه ی آقا یاسه با یکی دو تا از دوستای دیگه‌مون که زحمت کشیدن اونجا پذیرایی کردن، اونجا باشون آشنا شدیم. بعد من گفتم که خیلی دوست دارم ایشونو، صحبت کردیم کلی واسمون خوندن لایو و واقعا میتونم بگم فوق العاده است. لایو هم خوب میخونیم. کدوم یاسر که اصلا صحبت که باید میکنه انگار داره رپ میکنه، میدونی؟ یعنی همینجا مثلا میگه سلام، مثلا اینکه میگه سلام بلایی یادش داری؟ یه همچی شه مثلا میگه سلام حالتون چطوره؟ این صدای این آره اصلا تون صداش همون تون صدای مثلا یه تیکش رو بخون برامو همین با صدای خودش، خیلی خوب بود سلامه، خیلی شدید. نه مثلا این سلامش مثل اون یه شعرش بود، نمیدونم یادتونه، میرفت توی یه اداره میگفت سلام واسه این آگهیتون توی
روزنامه اومدم. یه همچین حالتی فوق العاده با معرفت و مشتی. بیا آقا غذامون سرد شو. ما اصالتاً بچه نوراباد ممسنی روستای رازیان کاری، ولی خب من شیراز به دنیا اومدم، بزرگ شده شیراز. حالا اینجوری نگاه ریشش نکنی تو، اینقدر مهربون دلش گنجیش که کیا محمد ایرانو؟ محمد ایران تو نه محمد ایران به من میگه آقای همسایه. تو برنامه 90 هم گفت شما باید بگی آقای همساده. همسایه نه، شیراز همساده، شیرازی هم میگم همساده. بعد من یه ذره خب شیرازی هم خیلی داشتیم تو تراکتور دیگه، من بودم، شهرام بود، محمد ابراهیمی بود، محمد ایران بود، همینجور با هم حرف می‌زدیم. حالا سیامک داروش اینا یه دفعه دور هم که جمع می‌شدیم یه لهجه رو همه تبریز بود، آره دیگه لهجه رو می‌گرفتیم اونجوری. و من بعضی وقتا سر اذیت کردن یه دفعه غلیظ یا مثل آقای همساده حرف می‌زدم دیگه. اونی که میگه تمرکز در مورد تمرکز صحبت می‌کنه شنیدی؟ میگه که آقا مجری بهش میگه که در مورد تمرکز صحبت کن، من یه دفعه میپر وسط صحبت ها، آقا مجری میگه که آقا تمرکز یه چیز ریشه داری هست تو خانواده ما. بوی من خیلی آدم متمرکزی بود، فقط هم رو من تمرکز دارم. داداش بزرگتر رو یه کاری میکه میزد تو سر من، یه خفتی داداش بزرگو یه خفتی میکه میزد تو سر من. آقا این اواخر با مادر ما به مشکل خوردن، ما رو طلاق. گفتم بابای منی اصلا نمیشه، قانونی نیست، ما الان از هم جدا زندگی کنیم. کی بود؟ 28 بود تقریبا، 28 اسفند پارسال با سیامک شیراز بودیم، کنسرت محسن یگانه بود. رفتیم کنسرت رو که الان به شما گفتم کنسرت بود. بعد از کنسرت اومدیم رفتیم یه جایی نشستیم یه شام بخوریم، یه جایی بهش میگن فلکه گاز، شیرازی ها میگن فلکه گاز. رفتیم و همینجا که نشسته بودیم یه بستنی بندی بغل این رستورانه بود، ما هم بیرون نشسته بودیم. بستنی؟ آره یارو اومده بود مثلا شیر نمیدونم یه چیزی آورده بود واسه مغازه. بعد اینا داشتن سر قیمت چونه میزدن، مثلا همینجا صحبت میکردم میگفت آره اینجوری، این یه قسمی خورد اصلا عالی بود. تو شیراز هم تو شیراز هم اینجوری. ما شیرازی ها به خواهر میگیم دده. خب این آقای مثلا گفت که آره این اینجوریه اینجوریه، این اومد مثلا قسم بخوره که نه این عده، گفت آقا من این آوردم به جون محمد ددم. ما اولش خودمون نفهمیدیم، ما گفتیم خدا چی گفت؟ محمد ددم، خب یعنی محمد پسر خواهرم. داداش اینو بخون. ایماسوکو چیست؟ واژه شیرازی که به اشتباه وارد زبان ژاپنی شده است به معنای این ماست کجاست. خب ما به ایمازیون میگیم، ما میگیم ایماسوکو، ایماسوکو. همه شیرازی ها همه همین شکلی هستند، یعنی همه اکتیو هستند، همه تو خوشی هستند، خوش گذرون هستند، مثلا هرس و طمع ندارن، مثلا بیشتر سعی میکنن هم به خود همون کمی که دارن قانع باشن، بعدم با همون کمی خوش بگذرونن. الان اخیراً موزیک یا هم پرسپولیس یا محسن یگانه، این آهنگ چی بود؟ آره بهت قول میدم، محسن قول میدم، بعد لایوش خودش گیتار میزنه، مخصوصا اون تیکه که یه گیتار خیلی خوشگل میزنه. آره بهت قول میدم سخت نیست لاغل، خودت میخوای بری خاطرشی، اما دلت میسوزه تظاهر میکنی عاشقمی، این بازی هر روز نترس، آدم دمه رفتن همش دلشوره میگیره، دو روز بگذره این دلشوره ها. بهت قول میدم سخت نیست لاغل، برای تو راحت باش، دورم از تو و دنیای تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو، دلشوره دارم من. بهت قول میدم سخت
تو راحت باش، هیچ کس نمیاد جای تو دل.